سلام علیکم آخش. خیالش مونده اینجاش مونده و سب منم پس یه دونو بگم گناه دارم منم ده. چه داری بچه ها خوبین؟ چقدر شد؟ ساعت که گذشت دو ماه سم این قاب برای تقریبا 120 روز پیشه. تقریبا یعنی 120 روز پیش آخرین باری بود که این قابو چیده بودیم اینجا نشسته. 4 ماه پیش ما این قابو چیدیم و این قابی که هفته 3 بار یا 4 نه هفته 6 روز 3 بار چنل من 3 بار چنل ایمان بشو چیزای بیرون از اینجا دقیقاً یعنی شما این قاب دو نفری رو دلم تن شده بود. چه دارین بچه آقا من یه کامیونیتی گذاشته بودم میخوام سرتون درد نیارم چون این ویدیو کوتاهه که قراره که ویدیوهای مختلف بهش ببینید. یه کامیونیتی گذاشتم و راجع به یه سری ویدیوها توضیح دادم که شامل ویدیوهای ریاکتی هم میشد و میخوایم یه سری توضیحات راجع به این قضیه بدیم و تنها چیزی که توضیحی که اول باید شما بدونید اینه که دکمه رو بزنید. واسم غریبه آقا دلم تنگ شده باش واسم بگم واسم غریبه اونجوری نیستم دیگه قبلنا خیلی بلد بودم الان غریب شده میذارم شرایط همه چی تغییر داده و همه چی خودمون میدونیم ولی میخوایم یه سری توضیحات رو راجع به اتفاقات پسا اتفاقات ادخل اتفاقات پسا اتفاقات آقا اصلا اولی که ما چرا میخوایم ریاکت دوباره بگیریم ما تو کامیونیتی و ویدیو همه جا گفته بودیم که دیگه ریاکت نمیگیریم چند تا دلیل داشت مهمترین محکمترینش استرایکو بودش و پاک شدن چنلم و این 4 دو هفته چنلم پاک شد و آره. با بدبختی برگشت کلی هم خطا و پنالتی یوتیوب بهمون دادش که آ این کارو کردید حالا اوناش مهم نی ولی خب این 4 ماه چه فرقی با پاک شدن چنل داشت یعنی فهمیدیم واقعا چنل ما به مو بنده یعنی عمر آدم به مو بنده به چوس بنده چند عمر آدم به چوس قراره که به سانسور آره و تصمیم گرفتیم دیگه خود سانسوری وجود نداره عمر ما کلا به چوس بنده و ما انقدر نگران چنلم زندگیمون بچوز انقدر اون دوران یعنی اون دوران انقدر درصد خوشحالی اون بیشتر بود که نگرانی بودش که وای من اگه چنلم پاکشه بدبخت میشم اینا الان فهمیدم که چنلم پاکشم بدبخت همین بدبخت شدیم دیگه جون مردم و جوونا و اینا دیگه یه شانل چف یعنی اون کجا چنل کجا خب اینم پاکشه به کسی بر نمیخوره پس چون چیزی بودش که اولا که تعداد مخاطبمون تا قبل اینکه شروع بکنیم به اینکه دیگه نذاریم زیاد بود در مورد این قضیه خب الان به خاطر اون مخاطبمون مجبوریم که نه یعنی خوشحال میشیم که دوباره اون کارو واسه شون بکنیم حالا بعد از اون اتفاق مخاطبای غیر ریاکت زیاد گرفتیم ولی هنوز مخاطبای ریاکت توی پیجمون هستن پس ما برای خوشحال کردنشون هم که شده ما این دلیلی داریم ایمان کلا یعنی تکلیف من طرف ایمان خیلی از جوونا توی این سه ماه شرایط خیلی عوض شد و واسه یه هدف بزرگی همه تلاش کردن دیگه هم نمیخوام اسم بیارم چیکار چه خبر چون همه حرفا رو زدیم بله اگر اینترنت قطع بشه اینترنت یعنی حرفش که اومده قراره که اینترنت ملش این حرفا یه در جواب هم شده همین یعنی الان وی پی ان هامون کار نمیکنه آره در جواب تلاش هایی که شده هر چیزی که شده برای خودم و خود شما تصمیم گرفتین این کار انجام بدیم یه سری واضح سازی انجام بدیم شفاف سازی انجام بدیم آه. که دیگه سوء تفاهمی پیش نیاد و بتونیم خیلی قشنگ کار انجام تا زمانی که در کنار شما باشیم آره یعنی کاش این اینترنت شاید دیگه نبینیم آقا همون گفتیم حالا این فرصتی که داریم استفاده کنیم شما رو خوشحال کنیم شما ما رو خوشحال کنید و دوباره شروع کنیم به این کارهایی که داشتیم میکردیم به خود 30,000 نفر 40,000 نفر بتونیم حالشون رو خوب کنیم که بتونن واسه چیزی که میخوان تلاش بکنن امیدشون از دست ندن بتونن تلاش بکنن ما یعنی این برای انجام دادن به شما یعنی پس سعی میکنیم که منهای ویدیویی که همیشه داشتیم میذاشیم ولاگامون آموزشی ها و سایر ویدیوها دوباره این ریاکت هم بیاریم فوقش پاک شدم دیگه پاک شد دیگه چیکار کنم نهایتش میخواد چنلمون یخلبت شد دیگه یخلبت شد حالا یه سری توضیحات بدیم که از این به بعد چه جوری می‌خوایم این ریه چون مثل قبل نمیتونیم بزنیمش از این به بعد چه جوری می‌خوایم بزنیمش یک از قبل بیشتر باید پاس بزنیم حتی اون موقع هم تعداد پاسامون زیاد بود درشون بگم چون ریاکتور موسیقیایی بود آره واسه کلیم دیگه آره بچه‌ها ما از ویدیوها درآمد داریم آره و این همینا کنید در قبال هر چیزی شما میتونید تو یوتیوب واسه چنل ایکس ایگرگ چون ما خانم یا پلیز پوتک هر چیزی که شما وارد میشین شما با دیدن ویدیوهاشون نتیجه زحمتشون رو بهشون میدین و درآمد دارن ویدیوهای یوتیوب درآمدیه کسی محض رضای خدا نیست وقتی ما ویدیوی آموزشی ریاکت موسیقیایی میسازیم موسیقی خوب شدیم موسیقی رو خوب گوش کنیم میذاریم یعنی داریم یک چیزی رو یاد میدیم و اینها بدون بهانه و بهاش هم تنها فقط دیدن شماست و حمایت شماست حالا قدیم واسمون مهم مثلا یه سریاش کپی رایت کلیم میخورد درآمد بهمون نمیومد یه سریاش کپی رایت کلیم نمیخورد درآمدش میومد اونقدر واسمون مهم نبود ما قضیه شغلمون از دست داد حالا الان که
پنج ماه شغل ما دست دادیم هیچی. هر چقدر تعداد کپی رایت کلیم ها بیشتر باشه احتمال استرایک خوردن هم زیاد میشه. بس. وقتی یه کمپانی میاد به ویدیوی ما کپی رایت کلیم میزنه، یعنی دیتکت کرده، تشخیص داده که آقا این ویدیو حاوی مطالب مال اون داداشه، خب حالا میتونه استرایک هم بزنه. پس ما باید یه کاری بکنیم که کپی رایت کلیم هم نخوریم، ما مجبوریم ویدیو رو خیلی بکشیم، استرایک نخوریم، هر چند ثانیه بار کات بزنیم و راجع به قضیه توضیح بدیم و سعی میکنیم که کات ها جوری باشه که تو ذوق خورنده نباشه، ولی به هر حال مجبوریم، ما باید تصویر هی برداریم بذاریم، ولی در مجموع همون ریاکت موسیقیایی آره. نکات رو کامل میگیم، تدریس میکنیم آره. فانشو داره، باحالیشو داره، همه چیشو داره، یعنی همه چی یک پکیج کامل، فقط تا جایی که بتونیم سعی میکنیم کپی رایت نخوریم که آره. اگر بخوریم باز درآمدش فدا سر همه اون، فدا سر شما، نه اصلا این نیست نخوریم آخه نه میدونی چیه، ما قبلا بچه‌ها بس خیلی روک داریم آره. خود کانسول نداریم آره. به ما میگفتین که خیلی کسا، یعنی خیلی کسا تعداد کم، چقدر سخت دارم حرف میزنم، آیدی یوتیوبه عادت ابین تعداد افراد معدودی میامدن میگفتن که شما دارین درآمد به دست میارید از جیب ما، آقا اصلا این حرف نیست، یک بستریه، یک بستری، شما تلویزیون هم نگاه میکنین، فقط با دیدنتون شما دارین درآمد غیر مستقیم، سیگنال به تلویزیون میدین، این هم درآمد غیر مستقیم، مثلا مستقیم پول به من نمیدید چون دارید از دیتای من مصرف میکنین، یه پولی میاد تو جیب همینه کلا همینه، شما هر ویدیوی شما تو یوتیوب نگاه کنین مبالغ خیلی کمه، یه چیز خیلی یعنی بگم خندهتون میگه چون تو ایرانی ام ار پی ام مون انقدر پایینه، بله مثلا 10 سر 2300 ولی در مجموع اینا پول داره، کات میشه و کلیم شدن خیلی برای مهمه. واقعا ویدیو 2300 تومن نهایتا بیفته. اگر دیگه خیلی خوب اگر باشه. اگر اینو اون موقع اون ویو بخواد. پس بحث اصلی اینه که این مطلب رو لطفاً بذاریم کنار. بچه ها ریاکت های ما ریاکت های فقط مختص یک ژانر نیست. افراد نیست. دیگه میخوایم واسه همه افراد این کارو بکنیم، تمام ژانر گیر نمیدیم، چون اون موقع خودمون هم درگیر این شده بودیم که خودمون خوشمون اومده بود، داشتیم حال میکردیم، دوران خوبی داشتیم و بیشتر داشتیم واضح ریاکت به کی‌پاپ خیلی بی‌نظیر بود، آره داشتیم خیلی. حال میکردیم، ولی این دفعه میخوایم مخاطب بیشتری هم کسب بکنیم، پس در کنار اون یعنی کی‌پاپ رو داریم، اینترنشنال رو داریم، کشورهای مختلف، همه چی سر جاشه، آره این دفعه دیگه پس لطفاً اگرم میایید، چون اون موقع میمدید کلی درخواست میدادید، هر چیزی ما نگاه میکنیم، موسیقی های مختلف رو بررسی میکنیم، بعد موسیقی های خیلی به خودمون خوش میگذره، این موسیقی در جهت استفاده شما از پکیج های ما هم میتونه باشه، آره یعنی کلا در جهت یادگیری موسیقی. یه نکته دیگه، ما شما مخاطبان و ما کلا ما رو از طرفداری و اینا لطفاً بکشیم بیرون، چون اون موقع بحث داشت میاد، چون ما خودمون علاقه واسمون ایجاد شد، بحث داشت میرفت سمت این که من هنوز نگاه میکردیم، میگم داشت بحث میرفت سمت این که آی ایمان و آیدین چون از فلانی خوششون میاد این حرف رو راجبش زدن، چون اینا رو خود بیشتر خوششون میاد، بیایید بس از طرفداری بکشیم، ما طرفدار هیچ گروهی نیستی و عاشق همه ایم، آره ما طرفدار موسیقی، موسیقی بحث از این که من طرفدار مایکل جکسون و دویچت حالا ایمانم امینم فهمه، آره ولی میگم بحث راجع به موسیقی بکنیم، یعنی اجازه بدید ما با خیال راحت راجع به اون موسیقی که داره اتفاق میافته صحبت کنیم، ما حزم میکنیم اگر دیدیم چیز باحالی به شوک میشه، اصلا همه اینا دلیل بر این نیستش که واسه یک نفر اینجوری، اصلا آقا یه میدونید یکم بیا خودمون باشیم بعد آره. از این هم اتفاق ساعت این داستانا بیایم یه سری چیزای بچگانه رو بزنیم کنار، آره واقعی اصلا دیگه خودسانسوری نکنیم، یه دیگه بیایم نریم زندگی کنیم راحت، اگر میشه یعنی اگر میشه ما نمیخوایم که مثلا نفر اول چیزی باشیم بریم بالا توی یه جا، نه نه ما همینجا همینی که داریم راجع به موسیقی صحبت کنیم ما حالمون خوب، کی‌پاپ برای کی‌پاپرها، موسیقی فلان برای همه، برای خود ما میخوایم موسیقی یاد بدیم، تمام شد رفت و خیلی هم جذاب و فکر میکنم که این سری خیلی جذاب‌تر هم بشه، و اینکه من هدفم اینه که اتفاقا من سری ویدیویی که میگرفتم و احساس میکردم که شاید نکات داشته باشه که نباید بگم منفی بود و نمیذاشتم، همینو میگم، میگم به ما اجازه بدید که واقعی در مورد همه چیز صحبت، حتی گروه مورد علاقتون، حتی مایکل جکسون اگر چیزی بود که لازم بود بگم میگم، آره چون اون سری سری قبلی که اصلا یکی از دلایلی که دیگه گفتیم نمیگیریم تمام فوش خوردیم، آقا چرا دروغ بهتون بگم، انقدر بعدو بیرا به خودمون و خانواده‌مون خورده، انقدر یه سری میومدن فوش میدادن به مادر پدر من پی ام میدادن و فوش ناموسی بهشون، آره که چرا این حرفو زدی، چرا این کارو کردی، چرا فلان خواننده اون گروهو گفتی که بهتر از اینه که خب واقعا
بهتر از این یکی میخونه اون لحظه باشه. اون لحظه چه میدونه بهتر میخونه، اون نوتی که خونده نوت بعد اصلا بهتر و بدتر تو موسیقی وجود نداره. خلاصه میگم به ما اجازه بدید که خودمون باشیم، هر نکته‌ای که داشتیم و واقعا در مورد موسیقی بگیم. این به آن معنا نیستش که ما اگر در مورد یه موسیقی حرفی زدیم با اون طرف اون خواننده بعد و یا ما بهتر از اونیم، نه میتونیم نکته رو بگیم، شما میتونیم بگید که آقا نظرتون درست نیست، این نکته بهتره، اصلا اوکیه. آره. همچنین و ما خب با توجه به دانش که حالا علمی که چندین سال کسب کردیم و ذخیره کردیم و نتیجه تمام زحمات استراتژی و کار و تنظیم و تدوی هر چی که بود، میخوایم یه پکیج آموزشی خیلی خوشگل در یوتیوب که فقط شما باید اینترنت داشته باشین نگاش کنید. به ما هم از اون ور کاش ما هم اینترنت داشته باشیم. آره از اون ورم شما و اون ورم ما هم استفاده میکنیم و اذیت نکنن. آره آره واقعا بتونیم بذاریم پس همین کلی چقدر چیز شو نظره. آره کلیتش پس همینه، پس بیشتر از قبل مجبوریم که کاتو بزنیم چون که میخوایم کپی رایت نخوره، که استرایک نخوره، که چنلمون پاک نشه، که اگرم شد فردا سر هم یه چنل دیگه میسازیم، مهم نیست دیگه. و نکات موسیقیایی رو میخوایم کامل بگیم. خواهش میکنیم که خیلی مغرضانه فکر نکنید قضیه داریم میگیم این بده اون بده، این خوبه اون خوبه، همه خوبه. هیچ وقت ما این بده نگفتیم، ولی خب وقت نگفتیم و ما رو داخل دعواهای طرفداری رو نه ما اصلا نمیخوایم دیگه تو اون جزء اصلا نمیخوایم، فقط میخوایم خواهش میکنم وارد هیچ فندومی آمریکایی نه کره هیچ جا. آره فقط موسیقی فوش و این چیزا بهمون اومد، واقعا از اون حالت من دیگه بذارید موسیقی که کار انجام میشه دقیقا ما لذت ببریم، ما اگه لذت ببریم شما هم لذت میبرین. اصلا یه موسیقی ببینم یه BTS X روی خفن بشین ببینیم این مقایسه های گروهی دعواهای گروهی ها ببرید، چه میدونم گروه امینم فن با فلان فن دعوا نه آقا یا حداقل ما و ویدیوی ما رو جزء این چیزا بیاید نکنیم، چون موقع یه ویدیو از یه گروهی میذاشیم اون یکی گروه میگفت چرا بیخیال ما فقط یکی یکی به خدا اگر همه موسیقی لذت ببریم، اگر همه چی خوب پیش بره همه درخواستایی که یکی انجام میشه همه موسیقی روسی. آقا من خودم کسی هم که کلا موسیقی روز رو دارم دنبال میکنم به ترتیب. الان آلبوم امینه مثلا داره میادش اومد، بله بله، حتی مثلا جام جهانی جونکوک اومد آهنگ خوندش. آره. بلک پینک اومدش که من ریمیک کردم، همه آره. چی تحت بررسی بچا موسیقی روز دیگه اومدش، آن هولی سم اسپیت اومدش بچا کار خیلی قوی اومدش، دی ویکند موزیک داد دست دادیم همه. میگم همه اینا هستش و آره. همه رو میذاریم تو لیست. آره یعنی آره. علاوه بر بلاگ ها ویدیوهایی که داریم حالا به خاطر شدی از 60 سختمون باشه بخوام خودمون 60 سختمون باشه ویدیو فان بگیریم، ویدیو فان که بعید میدونم اصلا نمیتونیم. یعنی ولاگ من چنلم شده و چنل ولاگ دیگه، من کماکان دوست دارم ولاگر باشم، یعنی اینو از الان بهتون میگم، منم دوست دارم چنل موسیقی باشم. لطفا تو رو خدا لطفا منو ولاگر بدونید، باز دوباره دوست دارم ولاگر باشم. تو ریاکت هم سعی میکنم یه کاری بکنم که به ولاگم نزدیک، نمیدونم الان نمیدونم ایده واسش ندارم، سعی میکنم یه ایده بسازم خودم. منم موسیقی موزیسیانم. آره پس دیگه قرار نیست کل چنل بشه فقط این ریاکتر نیست. آره ریاکتور ریاکتور های بادش میذاری. آره و میگم نیاز به تو ببین اینا تو بچه‌ها دیگه واقعا درک میکنن دیگه الان دیگه. چون بالاخره 3-4 ماه وقفه افتاده و یه روش جدید میخواد پیش بگیریم، ما اینا رو میگیم واسه شفاف سازی که همه بدونن. پس ویدیوی فان رو احتمالاً به خاطر شرایط هنوز نداریم، امیدوارم که به زودی ویدیوی فان رو داشته باشیم، همه در کنار هم دیگه خوشحال باشیم. ریاکت ولای هم باز من بعید میدونم الان درست بتونم میتونیم انجام بدیم. آقا من یه چیزی هستش بذار جمله تاش بگم، نه عادی سازی صورت گرفته نه هیچی، ما هم داریم شغلمون رو داریم میدیم و شغلمون یه کلاس آموزشیه عین مدرسه است. هر چیزی هستش اگر محتوای سرگرم کننده ای وجود داره، محتوایی که بتونه باعث ایجاد انگیزه و امید بشه، همین، هیچ چیز عجیبی وجود نداره و من نمیخواستم اینجا این موضوع حرف بزنم. ولی آخه ببین ما اگر در تلاش این هستیم که یک ایران بهتر بسازیم، یه جامعه بهتر بسازیم، همیشه گفتیم نیازمند اینیم که یک ایران آگاه‌تر و با دانش بیشتری بسازیم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر که ویدیوهای ما ویدیوهای آموزشیه، هر کدومش چه ریاکت آموزش هستش. پس هر چقدر این ویدیو رو ما بسازیم در اصل داریم به آگاه سازی کمک میکنیم، خودمون هم آگاه تر میشیم، مجبوریم علم بیشتری کسب کنیم، پس هم خود ما پیشرفت کردیم هم شاید مخاطبان پیشرفت کرده باشن، پس میتونیم یه ایران آگاه تر با دانش بیشتری بسازیم. واسه اینکه بتونیم خیلی موفق بشیم او رمول فیزش هم آن کرد که بزن اون دکمه رو. آره آقا من واقعا دلم یعنی باورتون نمیشه به خود من الان دوست دارم آتیش، من تو ویدیو قبلی میشکلی میشستم میگفتم آره یعنی چی؟ من آتیش میسوزوندم تو ویدیوم و بزن دکمه. آره کاش آتیش بسوزونیم خیلی زود، خیلی بریم زود. که بهتر کنیم تی وی اس کنار تیم. این چی هست؟ این دیگه واقعا جدید، من این بودم تو این بودی انهولی نه خب این آخر